me? Yes, Colton. Did you know I have a sister? You didn't know that Cassie's your sister? فیلم بهشت وجود دارد درام خانوادگی محصول آمریکاست که بر اساس کتابی به همین نام ساخته شده است. کتاب و فیلم بر اساس واقعیت است و ماجرای خانوادگی در یک شهر کوچک آمریکا را ترسیم می‌کند. پدر خانواده در پی آن است تا تجربه خارق‌العاده و سرنویس‌ساز پسر کوچکش به نام کالتون را به گوش دنیا برساند. کالتون پسر کوچک ادعا می‌کند بهش را در لحظه مواجهه با مرگ دیده است. گرگ کنار بازیگر فیلم می‌گوید کارگردان رندل والس خودش را درگیر این سوال که آیا بهش وجود دارد یا نه نکرده است. به جای آن با دقت احساسات و ماجراها را همان طور که در کتاب توصیف شده ترسیم می‌کند. فکر می‌کنم این تعهد به کتاب است. با این حال کارگردان روایت خودش را هم دارد. Is something wrong with Colton? Why do you say that? Sometimes he says weird things. You had a grandpa named Pop, right? He died when I was about your age. He's very nice. You saw my grandfather? Where did you see him? In heaven. Is this the man you saw? No, in heaven everybody's young. گرگ کنار در نقش این پدر که در واقع یک روحانی پروتستان است اضافه می‌کند. وقتی پسر به پدر روحانیش میگوید من آن دنیا را دیدم و چیزی که دیدم با حرفایی که تو میزنی مطابقت دارد، پدر به جای تایید و اینکه بگوید دیدی من میگفتم، در اصل گفته که این پسر شروع تناقض درونی با اعتقاداتش و آغاز سوالات ذهنی او میشود. Internal struggle of his own faith and his own questions. You don't ever have to be scared. Is that why you wanted to come back? Show me you weren't afraid? It's important. در تداوم فیلم‌های با مضمون مذهبی، فیلم نوح با شرکت راسل کرو و فیلم خدا زنده است در حال حاضر روی پرده سینماهای اروپا و آمریکا است و فیلم هجرت خدا و شاهان با بازی کریستیان بیل در نقش موسی دسامبر سال جاری به سینماها می‌آید. فیلم بهش وجود دارد از 16 آوریل در سینماهای آمریکا اکران شده و به زودی به بعضی کشورهای اروپایی نیز می‌آید.